درود بر شما استاد سیاوش اوستای گل. درود بر شما آقای رامین پیرامون عزیز. حالتون عجب چطوره؟ آرم قشنگ گذاشتی سمت راست. خوبه دوستانی؟ نه قبلا یکی به من دادیم آره 10 سال پیش. حال آره چطوری سیاوش جان، خوبی؟ مرسی، خسته نباشی رامین جان. قربونت برم، چقدر برای کار رو خط قشنگی هستی. انجام میدی، چقدر کارات موفقیت آمیزه و خوشحالم که در این مسیر خردگرایی تو فعال هستی و پرتلاش. درود بر تو، لطف داری سیاوش جان، برای یک دونه ممنون، سپاسگزارم از حضور در این برنامه. قربانت سیاوش قربانت. جان من تحلیل زیادی دیدم، اول رو خط هستی. الان رو خطین؟ آره، یه سلام بسیار علیکم عالی. با هموطنان انجام بده تا من برنامه رو شروع کنیم. عرض کنم خدمتون که تحلیل زیادی ما دیدیم و شنیدیم در رابطه با هنیه. بله بله نگاه بله نگاه شما چیه سیاوش جان نسبت به این ترور، در صورتی که ما میدونیم اون هنیه مرتب در رفت آمد در ایران بوده به مناسبت های مختلف، به روزا و سالهای دیگه، چطور شد این بار زدنش؟ به نظر شما چگونه داستانی از پشتش؟ داستان آقای پیرامون باز میگرده به هزاران سال پیش. دو تا سند دارید که من براتون فرستادم. آره بعد نشون میدم. آره، بر اساس این اسناد، یعنی ببین آقای پیرامون، همواره اگر ما رویدادها و جریانات رو مثل یک جراح، اینا میگن شیروژیان، جراح از ریشه مرض رو، بیماری رو، میکروب رو از ریشه بهش نپردازیم و شاخه‌ای که سهله، الان برگ، الان مثل برگ درختان ما موارد رو میبینیم و بررسی میکنیم و یک دقیقه ای نظر میدیم روی اینستاگرام و فیسبوک و این، ولی یه دقیقه ای شده جهان. این جهان جهان مسخره است و برای همینی که 45 سال رژیم تازیه اشغالگر مونده. حالا ما همین قضیه رو اگه بخوایم بهش بپردازیم، شکی نداشته باشیم که بایستی ریشه‌ای به این بپردازیم. ریشه و اصل مطلب اینه آقای پیرامون، بر اساس داده های تاریخی این نقشه ایران که الان من میگم مثل شیر، خب میگن مثل گربه است، این پیش از اینها فیل بوده، از فیل هم بزرگتر، شاید 2 تا فیل بوده. به مرور زمان و در تاریخ این هی کوچیک شده، کوچیک شده، کوچیک شده، کوچیک شده، به گونه ای که الان این سرزمین هایی که در خلیج پارس خود مختاری گرفتن در این 100 سال اخیر، خودشونو برتر از ما و مدعی برتری طلبی هستن نسبت به ما و فراموش کردن که چی بودن است. ما وقتی از تاریخ 7000 ساله دست کم و 7700 ساله سخن میگیم، الان که من با شما نشستم، اون سالها یادتون باشه این تقویم وقتی دست شما میدادم دیگر دوستان، با 7000 سال، آقا 2500 سال بود که، آقا 3000 الان هر روز که میگذره، من دیدم شما مطرح کردید، رسانه های جهان مطرح میگن، هر روز که میگذره از عربستان سعودی گرفته تا ترکیه، تا اسرائیل، تا روسیه، تا خود ایران، آذربایجان و حتی در همین غرب فرانسه، شهر آنژه و در آلمان، ما میبینیم تمدن 7700 ساله میترایی آریایی از زیر خاک میاد بیرون. یعنی گسترش تفکر و اندیشه ایران آریایی، آریاییان که ارمن، ایلام، اینا همه از همین واژه گرفته شده، اینقدر بزرگ بوده که دشمنانی هم داشته که همیشه خواهان نابودیش بودن، همیشه خواهان ویرانیش بودن. من شما دو تا سندی که داریم، یکیش این هست که آقای ارمیا که برای خیلی مقدسه مثل چیزای دیگه، ولی برای ما فقط انسان مقدسه. ما همونطور که شما از دیر زمان میدونید آقای پیرامون، ما به یک اراده حاکم بر هستی، یک مدیریت حاکم بر هستی، یک پروردگار، یک اهورامزدا، یک خداوند قبول داریم. ما باور داریم به این، اما
هرگز به ادیان و پیامبران دروغینی که در طول تاریخ اومدن و کارشون کلاهبرداری سیاسی، تاریخی، مالی، شهوترانی بوده باور نداشته و نداره. مردم ما که اسیر شدن 1400 ساله تو کلهشون کردن که قداست و الوهیت یعنی خداوندگاری، پروردگاری با دین یکیه، با محمد یکیه، با علی و حسن و حسین یکیه. اینا نشانه این جنگاوران تاریخ رو که همشون جنگجو بودن، اینا رو اصلا نه خدا چسبوندن به خود خدا، خدا بالاتر شد. همین کیان پیر فلک رو که امروز همه میشناسن، من دلم میخواد با این کیان صحبت رو شروع کنم. آقای پیرامون بفرمایید. و پیش از هر چیز میخوام پیشکش کنم این برنامه امروز رو به تمامی جنگاوران و سلحشوران و جانبازانی که جانشون رو و بدنشون و اعضای بدنشون رو برای آزادی ایران از دست تازیان که متحد شده بودن زیر پرچم صدام حسین تا ایران رو نابود کنن، باز همون نقشه دیرین رو دنبال کنن، تجزیه کنن، کوچیکش کنن، فلانش کنن، من میخوام تقدیم کنم به همه این بچه های جنگ که الان خیلی هاشون هم نشستن منو میبینن. از همه شون هم سپاسگزارم، اونایی که موندن، اونایی که رفتن یادشون با ماست، به ویژه رفیق عزیزم دکتر جعفری رو، استاد دانشگاه و جنگاوران، درود دارم بهش، همه یاران دیگه، واحدیان، همه بچه ها، و به ویژه یه فردی رو میخوام امشب اینجا اسمش رو بیارم، چون این فرد از جانبازان هست و یک جمعی از معترضین جانبازان رو رهبری میکنه، هدایت میکنه، و من شاید با افکار دینی ایشون موافق نباشم، اما به عنوان یک جنگاوری که الان در موضع خوبی ایستاده و داره از ایران دفاع میکنه و افشا میکنه همینا رو، آقای منجزی نامیست که این چند هزار تا جانباز زیر پوشش این هستن، یعنی ایشون رو قبولش دارن این بچه ها. یادمون هم نره، چون افرادی که در داخل ایران زندگی میکنن الان گستاخی و شجاعت به حد اعلا رسیده، ولی خب خیلی هم هستن که اون ذهنیات سابق تازی اسلامی در ذهنشون هست، ما الان بهش نمیپردازیم. پس من این برنامه پیشکش میکنم به اونها و پیشکش میکنم به کیان عزیزم که گفتم میخوام با کیان شروع کنم. این کیان عزیز، میدونید آقای پیرامون، یک رازی رو به شما امروز میگم، این رازی به شما میگم، اون اینه که کیان عزیز من مشخصا هدف قرارش میدن توی ماشین باباش و میزننش. پدرش به تازگی میتونه راه بره، به شاد باش میگم، مادر دلیرش که سلحشورانه یه کار بزرگ و تاریخی پیامبر بوده کرد، در تاریخ ثبت شد، درود دارم بهش. آقای پیرامون، کیان رو هدف میگیرن تا میرسه سر میدون ماشین، چون شهر ایزه شهر کوچیکیه، هم همه میشناسن، و مشخصا کیان پیر فلک رو ترور میکنن. علتش چیه؟ علتش اینه اگر مادرش بر مزارش فریاد میزنه که در سوک فرزند من آقا قرآن نخون، برو کنار، فرزند من از قرآن متنفر بود، این چه شجاعتیه؟ چه کس دشتی ها کسروی های عزیزم، سید احمد کسروی سید بود، زد لگد به سیادت تازیان، اینها کتاب ها نوشتن، ولی هرگز من شما همه سخن ها گفتیم کتاب، هرگز تا من نوشتم قرآن سروده ای به سبک پارسی، اما هرگز چنین شجاعتی رو نداشتم که حرف تاریخ مردم رو بگم که ما از این کتاب متنفریم. و این بچه گفت و مادرش اونجا نقل کرد. حالا اینو میخوام به شما بگم، این سخن رو کیان در مدرسه با بچه ها صحبت هر روزش بوده، یعنی کیان همونطور که فیلماش الان میبینید که یک نابغه است، یک فیلسوف و نابغه و اندیشمندی بود که در مدرسه با بچه ها بحث میکرد روی همین قضایی ها، میگفت آقا خدا با این پیغمبرای دروغی دور جدا است، ما عرب نیستیم قرآن بخونیم، ما چرا قرآن بخونیم، چرا به جایی که ما تکنولوژی و علم و فیزیک و شیمی و ستاره شناسی و اینا رو بخونیم به ما میگن قرآن بخونیم. اینا رو تو مدرسه میگفته و مشهور بوده به این،
قضیه. من 3-4 بار در طی این 30 سال در